گیره ی مدریت بدنه کاملا پلاستیکی فکهای بسیار قدرتمند تو این ویدیو میخوایم به همه سوالات شما در مورد این محصول توضیح بدیم سلام وقت شما بخیر تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید شاید این محصول یه ابزار ساده به نظر برسه اما توضیحاتی وجود داره نکتهایی وجود داره که در زمان خرید گیره های ماهی باید به اون توجه کنیم بریم ببینیم چه خبره احتمالا براتون سوال باشه که چرا بهش میگن گیره انبور ماهی اینکه که انبور دو شکل ظاهری شبیه به ماهیه پس این پاسخ به سوال اولتون یه گیره بسیار سباک جنس بدنش از پلیامید الیافه پلیامید الیاف بسیار مقاومه فکر نکنید اون حالت پلاستیکی معمولی که محصولات یا ابزارها دارن هست پلیامید الیاف بسیار قویه به این سادگی نمیشکنه دوتا تا فک پلاستیکی متحرک در قسمت بالای این گیره وجود داره که این فک ها به شما کمک میکنن بتونین قطع کارهایی که یه مقداری شکل ظاهری نامتوازنی دارن یکم شیب داشته باشه اونها رو هم به درستی بگیره این از این فنر بسیار قوی داره واقعا همین گیره کوچیکم هم شما بخواید با دستتون کنترلش کنید یه مقدار سخته چون فنر بسیار مقاومی داره دو تا پوشش لاستیکی در کنار دسته انبور وجود داره که یه حالت نرمی خاصی داره هم مقاومه به سادگی خراب نمیشه همین که نرم به دستتون آسیب نمیرسه یا اذیت نمیشید شکل ارگونومیک داره خوبه با اینکه یه گیره بسیار قدرتمنده اما به راحتی میتونید تو دستتون بگیرید و باز کنید توی دو مدل گیره های مدری تو بازار موجوده گیره 6 اینچ و گیره 9 اینچ از نظر اب آدم تفاوتش اینه گیره 6 اینچ میتونه 20 کیلوگرم در صد فشار مؤثر ایجاد کنه و گیره های 9 اینچ 25 کیلوگرم و یه تفاوتی هم وجود داره تو بحث اندازه دهانه این دوتا زمانی که این دوتا گیره رو باز میکنید گیره 6 اینچ 6 سانتیمتر دهانش باز میشه حد اکثر و گیره 9 اینچ 8 سانتیمتر اینم از این وزن این گیره بسیار پایینه مزیتش به حساب میاد برای کارهای سبک بسیار مناسب دوستانی که میخوان یه انهناهای خاص بدن تو کار ماکت سازی هستن ساز میسازن برای شماها مناسبه حتی اگه بخواید دو تا قطعه چوبی نسبتاً زخیم حالا تازه قامت 6 سانتی متر یا 8 سانتی متر رو به هم دیگه بچسبونید باز مشکلی وجود نداره بهتون کمک میکنه در بسیاری از موارد پیش میاد ما مجبوریم مثلا دو تا قطعه کار رو با دست نگه داریم نیاز به یه شاگرد داریم که کنارمون کار کنه داشتن چند تا دونه از این گیره ها در کنار هم به شما کمک میکنه که بتونید به راحتی قطعه کار نگه دارید با حد اقل نیرو و حالا تجهیزات اصلا مهم نیست که شما مصرف خونگی داشته باشید یا مصرف صنعتی در هر دو حالتش این گیره میتونه اون نیازهای شما رو برآورده کنه مثلا حالا من یه توضیح بیشتری بدم یا یه قطعه کارتون کوچیکه دو تا قطعه کار بخوایم در کنار همدیگه نگه دارید اوکی شدنی مشکلی نداره یا اینکه قطعه کار بزرگ نیاز به تقسیم نیرو هست بین چندین گیره مثلا سی تا گیره رو شما داشته باشید و این گیره ها بخوان آروم آروم فشار ایجاد کنن و در نهایت شما به یه قوسی برسید پس بدونید کاربرد این گیره ها دقیقا چیه و چه انتظاری باید ازش داشته باشید این محصول تولید ایران حتی یه پیچ و یه قطعه چینی عموما نداره در ایران تولید میشه و شرکت بین المللی آداکاری و ابزار محصولات مدریت رو تولید میکنه سفت تا صدشون از طراحی ابتدایی غالب سازی تا اجراش توسط کارشناس های این شرکت انجام میشه نمونه های خارجیش توی بازار ایران هست اما قیمت بسیار متفاوته چون این محصول تو ایران تولید میشه مطمئنا ما،, انتظار یه قیمت خوبی رو،, خوبی رو داریم و واقعا هم به همین صورت هست یه نکته مهمه دیگه این گیره ها گارانتی دارن شما نمونه های مشابهش رو اگه تو بازار پیدا کنید چیزی به عنوان گارانتی وجود نداره حالا یه خرابی پیش اومد یه فکی شکست اتفاقی افتاد یه روکش دسته هاش به مشکل پیش اومد تمام شد در واقع هیچ کی نیست بهتون خدمات بده اما همکارای ما در مدریت گارانتی میدن گارانتی بی قید و شرط همشون سریال نامبر داره همشون تیکت داره و شما میتونید به وسیله وبسایت مدریت یا تماس با بچه های مدریت درخواست بدید و از گارانتی و خدمات پس از فروشش استفاده کنید هر کدوم از اینا هم خراب بشه بچه های مدریت هستن و میتونن پشتیبانی کنن این یک مزیته امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر احیانا سوال بیشتری دارید در مورد این محصولات لطفا بفهمید ما در خدمتتون هستیم مدریت رو سرچ کنید وبسایت مدریت هست شما میتونید خرید آنلاین رو انجام بدید و کلی فروشگاه اینترنتی دیگه هم هستن که محصولات این شرکت رو به فروش میرسونن ارادتمندی منتظر معرفی محصولات بعدی ما باشید